حقوق بشر در چین، فنگ لیجه. ترجمه و تهیه آموزشکده توانا. مقدمه. در سال 1989 جایزه حقوق بشر رابرت اف کندی به فنگ لیجه اهدا شد. فنگ لیجه مشوق و الهام بخش دانشجویان در خلال خیزش دموکراتیک چین در بهار و تابستان 1989 بود، ولی هرگز به تظاهرات کنندگان نپیوست. او به خوبی آگاه بود که در صورتی که در میدان تیانانمن ظاهر شه، دولت اونو متهم خواهد کرد که طراح اعتراضات بوده و اصالت اعتراضات دانشجویی رو نفی خواهد کرد. هنگامی که حکومت در 4 ژوئن 1989 جنبش دموکراتیک رو سرکوب کرد، فنگ لیجه همراه با همسرش به سفارت آمریکا در پکن پناه برد. در زمستان همون سال مطلع شد به پاس تلاش‌هایی که برای استیفای حقوق بشر در چین انجام داده، جایزه رابرت اف کندی به او اهدا شده. او که امکان ترک چین رو برای دریافت جایزه نداشت، پیامی در قبول اون نوشت که عین اونو براتون میخونم. یک سال بعد فنگ لیجه و همسرش اجازه یافتن چین رو ترک کنن. اونا به ایالات متحده آمریکا پناهنده شدن و هر دو در اونجا به حرفه خود به عنوان فیزیکدان ادامه دادن. حقوق بشر در چین. از اینکه امروز فرصت صحبت با شما رو دارم بسیار مفتخرم و عمیقاً تحت تاثیر قرار گرفتم. در این حال یه نوع احساس تعلم و شرمساری هم منو فرا گرفته. تحت تاثیر قرار گرفتم به این علت که منو برای جایزه امسال حقوق بشر رابرت اف کندی برگزیدین. انتخاب شما گواه اونه که من تنها نبودم و حالا هم تنها نیستم. تعلمم از اینه که در سرزمینی که در اون زاده شدم، حیثیت انسانی بار دیگه پایمال شده. من به دلیل اینکه از حقوق اساسی خود محروم شدم، کاملاً و بیش از هر زمان دیگه به این حقیقت آگاهم که برای پیشبرد احترام به بشریت هنوز راهی طولانی و کارایی بسیار در پیش داریم. ارزش‌هایی که بنیاد حیثیت انسانی بر اونها نهاده شده، برای همه مردم یکسانه. این ارزش‌ها مشتمل بر معیارهای جهانی حقوق بشریه که فارغ از هر گونه تمایزی، هم از جنسی، زبانی، مذهبی و سایر باورهاست. این معیارهای جهانی که اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد تبلور اوناست، کمابیش در همه دنیا به شکل فزاینده‌ای شناخته شده و محترم شمرده میشه. در ماه نوامبر سال گذشته، زمانی که در شهر پکن مراسم بزرگداشت 40مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار شد، بسیاری از ما به وجد اومدیم، چون در اون زمان این رویداد رو چنین تلقی کردیم که بالاخره در این سرزمین کهن اصول حقوق بشر ریشه دوانده و پای خواهد گرفت. با این حال این اولین بار نیست که این رویاهای شیرین در رویارویی با واقعیت تلخ در هم میشکنه. با نظر به تراژدی خونین تابستان گذشته، ناگزیر باید اعتراف کنیم که بیش از حد خوشبین بودیم. برخی از کسایی که مسئول این سرکوب بودند، اخیراً در دفاع از رفتار خود گفتند که چین در امر حقوق بشر معیارهای خودشو داره. اونا با امتناع از پذیرفتن ماهیت جهانی حقوق بشر، محکومیت جهانیان و نسبت به رفتار خود قاطعانه مردود شمردند. به نظر میرسه مقامات چینی بر این باورن که اگه بر موضوعی برچسب مسئله داخلی بزنن که باید در خود کشور میان مردم و حکومت حل و فصل شه، نادیده گرفتن قوانینی که بر حیثیت و کرامت انسانی حاکمه جایز خواهد بود و میتونن به هر اقدامی که اراده کنن مبادرت کنن. اما این نگرش بدترین نوع منطق فئودالیستیه. در خلال دوران طولانی انزوای چین از بقیه دنیا،
تفکری که مدعی بود چین ارباب همه عالمه، شاید راهکاری موثر برای تحت فرمان در آوردن کشور بود. اما در نیمه دوم قرن 20 میلادی خاصیت بیاناتی درباره مسائل داخلی فقط اینه که ماهیت ذاتی کسایی را آشکار میکنه که چنین مطالبی رو عنوان میکنن و نشون میده اینها همون دیکتاتورهای فئودالن. این گونه بیانات دیگه نه کسی رو میترسونه و نه گول میزنه. امروز شماره فزاینده ای از چینیا بر این باورن که برای اون که چین به پای دنیای مدرن برسه، لازمه ما با جذب جنبه‌هایی از تمدن مدرن تر که مترقیه و جهانی بودن اون ثابت شده، به خصوص در دو حوزه علوم و دموکراسی، تحولی در جامعه خود ایجاد کنیم. از جنبش برای علوم و دموکراسی در سال 1919 تا موج فزاینده مطالبات برای آزادی اندیشه در سال 1957 و از راهپیمایی‌های اعتراضی 1926 که با شمشیر و تفنگ به اونها پاسخ داده شد تا تظاهرات 1989 که در اون با تانک به مقابله با تظاهر کنندگان برخواستند، میل وافر مردم این کشور به داشتن یه جامعه عادلانه، عقلانی و مرفه کاملا مشهوده. با وجود اینکه چین مشکلات عمیقی داره که موجب واپسماندگی اون نسبت به کشورهای پیشرفته شده، تاریخ ما به وضوح نشون داده مردم چین خواهان همون نوع ترقی و توسعه‌ای هستند که مردم سایر کشورها فارغ از نژاد یا ملیت به دنبال اونن. امیال و آرزوهای مشترک مردم چین با امیال و آرزوهای مردم سایر کشورها یکسانه. مردم چین همانند آحاد نسل بشر از پوست و استخونن، صاحب قدرت و تفکر و تشخیصن و از روح و احساسات برخوردارن. به همین سبب اونا میتونن و میبایست همانند دیگران از همون حقوق، حیثیت و آزادی‌های سلب ناشدنی برخوردار شن. اجازه بدین به یه مقایسه تاریخی اشاره کنم. تبلیغات اخیر با این مضمون که چین در امر حقوق بشر معیارهای خودشو داره، شباهت اسرارآمیزی با اظهارات حاکمان چین در قرن 18 میلادی داره که مضمون اون چنین بود: چین ستاره شناسی خودشو داره. 200 سال پیش نوجوای زمیندار مخالف ستاره شناسی با پایه علمی بودن. اونا از پذیرفتن اینکه علم نجوم مدرن کاربرد جهانی داره یا حتی ممکنه در تدوین تقویم چینی بتونه نقش ایفا کنه سر باز می‌زدن. چرا؟ به این دلیل که قوانین علم ستاره شناسی که در همه جا ساری و جاریه، به وضوح روشن کرد که حق الهی حکومت کردن که این افراد مدعی اون بودن تخیلی بیش نیست. به همین سیاق اصول حقوق بشر که اونم همه جایی و جهانی است، به صراحت روشن میکنه حق حکومت کردن که امروز برخی مدعی اون هستن به همون اندازه بیپایه است. به همین دلیل که حاکمان در هر عصری با استفاده از امتیازات ویژه‌ای که از اون برخوردار بودن، با اصل برابری که از اصول تفکیک ناپذیر این اندیشه های جهانی است، مخالفت کردن. پیشرفت تمدن به مقیاس وسیع مدیون کشف و اشاعه مفاهیم و قوانینی بوده که کاربرد جهانی داشتن. کسایی که جهانی بودن علوم و مردود میشمردن، در واقع نشون دادن از تمدن مدرن هراس داشتن. از دید نوجبای فئودال 200 سال پیش، علم نوین ستاره شناسی همون فرهنگ مدرن بود و به همین سبب کسایی رو که به مطالعه علم نجوم و شناخت ستارگان میپرداختن، بیرحمانه آزار میدادن. عملاً در یک مورد در اوایل امپراتوری چینگ، 5 تن از ستاره شناسان رصدخانه پکن به قتل رسیدن. این بیرحمی بیش از اون که قدرت عاملان قتل رو نشون بده، نمایانگر ترس اونا بود.
دیکتاتورهای عصر مدرنم که به همون اندازه از تبعات حقوق بشر جهانی بیم دارن مرتکب قتل میشن. این اقدامو نباید به منزله نمادی از قدرت اونها تعبیر کرد، همطور که اقدام مشابه اسلافشون نمایانگر قدرت اونها نبود. برخی بر این باورن که وحشتی که از تابستان امسال شهر پکن رو فرا گرفته موجب برانگیختن حس بدبینی در انسان میشه. باید اعتراف کنم خود من هم دستخوش چنین احساسی شدم، اما در این حال مایلم اندکی دلگرمی به اونها بدم. به خاطر داشته باشین که در جو ترور حاکم کنونی اونهایی که بیش از همه وحشت زدن شاید همون کسایی باشن که دستشون به خون هموطنانشون آغشته است. امروز ما رو وادار کردن که با ترس زندگی کنیم، اما ما از فردا ترسی نداریم. اونها که دستشون به خون آغشته است نه فقط امروز رو در ترس سپری میکنن، از فرداشون بیش از امروز بیمناکن. بنابراین ما دلیلی برای از دست دادن باورامون نداریم. میشه با توسل به خشونت موجب شد که جهالت در کوتاه مدت غالب شه، اما جهالت در نهایت نمیتونه در مقابل پیشروی قوانین جهانی مقاومت کنه. چنین فرایندی محتومه و همون اندازه که گردش زمین. البته که گردش زمین مستلزم زمانه و شاید برای چین همه چیز بیشتر زمان بر باشه. با این ملاحظات مایلم چند نکته رو به جوانان چینی که در جمع مخاطبان هستن بگم. میدونم که خیلی از شما زندگی خودتون رو وقف از نو ساختن کشورمون کردین. از اونجا که تولدی دوباره راهی طولانی خواهد بود، من با تمام وجود امیدوارم شما از تحصیلات خود باز نایستید، بلکه حتی بیش از گذشته در کسب علم کوشا باشید تا عمق دانسته های خودتون رو ژرف‌تر و دامنه اونو گسترده تر کنید. ما همگی هوادار عدم خشونت هستیم. عدم خشونت تا چه اندازه میتونه در مقابل خشونت اسلحه در دنیا قدرت نمایی و مقاومت کنه؟ استراتژی های عدم خشونت متعددن، اما اساسی ترین اونها قدرتیه که سرچشمه اون آگاهی و معرفته. بدون معرفت عدم خشونت رو به زوال میذاره و به درخواست ملتمسانه تقلیل پیدا میکنه و تاریخ و ضعیفان نمی نویسن. فقط زمانی میتونیم مسیر تاریخ رو تغییر بدیم که پامونو محکم بر شونه های قوی قول عظیم و جسه معرفت بذاریم و به اون تکیه کنیم. فقط با دانشه که میتونیم از ریشه بر خشونت و جهل غلبه کنیم. فقط با دانش و شناخته که میتونیم در خود حس شفقت لازم رو بپرورونیم تا با کمک اون کسایی رو که ایمانی موهوم به توانایی مطلق خشونت دارن از بلاهتی که گریبانگیرشون شده رهایی بدیم. همطور که هنریک ایبسن گفت، اگه مایلی برای جامعه انسان ارزشمندی باشی، بهترین راه اینه که از خود انسانی بسازی که برای جامعه مؤثر و مفید واقع شه. امید من اینه که همه ما تلاش کنیم از خودمون چنین انسانهایی بسازیم. بسیاری از دوستان به شدت از موقعیت فعلی من اظهار نگرانی کردند. همسرم و من مایلیم از این موقعیت استفاده کنیم و صمیمانه از این بابت از اونها که میشناسیم و اونها که هنوز ملاقات نکردیم سپاسگزاری کنیم. به دلیل ویژگی شرایط کنونی زندگیمون نمیتونم از جزئیات زندگی روزمرهمون براتون بگم، اما شاید بتونم خبری به شما بدم که ممکنه موجب دلگرمیتون شه. من تلاش میکنم به بهترین وجه ممکن بیشترین بهره رو از دو حقی که هنوز برام باقی مونده ببرم، یعنی حق اندیشیدن و حق پرسیدن. این روزها به کار تحقیقاتیم در فیزیک نجومی ادامه میدم. از ماه ژوئن تا حالا دو مقاله تحقیقی نوشتم و هم اکنون در حال نوشتن مقاله سوم هستم. در عرصه علم کیهانشناسی مدرن، اصل اول اصل کیهانشناسی خونده میشه. به موجب این اصل مرکزیتی در عالم هستی وجود نداره و همه ذرات این عالم از خواص مشابه و یکسان برخوردارن. هر ذره‌ای در این مفهوم از حقوقی برخورداره که کاملا با حقوق سایر ذرات یکسانه. چطور ممکنه نژاد بشر که در چنین عالمی با چنین برابری بنیادینی تکوین یافته برای رسیدن به جامعه‌ای فارغ از خشونت و ترس تلاش نکنه؟ چطور ممکنه ما قادر نباشیم دنیایی بسازیم که در اون حقوق سلب ناپذیر آحاد افراد که از بدو تولد حق مسلم اونهاست محترم شمرده شه؟ آرزو میکنم همگی از نعمت‌های عالم هستی بهره‌مند شیم. با تشکر.
شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی @توانا مراجعه کنید.